یکی از بحثایی که در داخل ایران خیلی مطرح هست مسئله وفاق در داخل ایران هست. رئیس جمهوری ایران در اون زمینه صحبت کرده، جناح‌های مختلف سیاسی در موردش اظهار نظر میکنه. ما در این زمینه البته گزارشی در ادامه برنامه خواهیم داشت، ولی فعلا مهدی نصیری فعال سیاسی و مدیر مسئول پیشین روزنامه کیهان از تهران با ما هستند. آقای نصیری، خب شما در ایران هستید، شاید نزدیکتر و بیشتر از ما در جریان بحث‌های هستین که این روزها خیلی در زمینه وفاق صحبت میشه. یکی از حرفایی که آقای رئیسی میزده، ببخشید آقای پزشکیان میزده، هم همین بوده. ضمن اون هم مسئله حمله به ایران مسئله است که بسیار مورد بحثه. آیا این حرف و حدیثایی که در مورد وفاق مطرح میشه و همینطور بحث احتمال یک حمله خارجی میتونه حکومت رو به سمتی پیش ببره، به سمتی سوق بده که بر دست کم برای مقابله با تهدیدهای خارجی تلاش بکنه تا بحرانهای داخلی رو مهار کنه، برایش راه حل داشته باشه و واقعا جدیتر از قبل به سمت وفاق و وحدت ملی پیش بره؟ سلام و درود به شما و بینندگانتون. ببینید، در از همون موقعی که در انتخابات بحث حمایت اصلاح طلبان از آقای پزشکیان مطرح شد، بسیاری از صاحب نظران سیاسی عقیدشون بر این بود که جریان اصلاح طلب داره دست به یک قمار میزنه که احتمال باخت در این قمار زیاد و بسیاره. من فکر میکنم که نشانه های باخت این قمار حاصل شده، یعنی هیچ دستاورد قابل اعتنایی، حالا از جمله مسئله وفاق یا غیر وفاق، این انتخاب آقای پزشکیان برای جامعه ما نداشته. اولا وفاقی صورت نگرفته، یعنی جریان تحریم انتخابات همچنان بر موضع خودش هست که اکثریت جامعه است. او 10% هم که دعوت اصلاح طلبان پذیرفتن و رأی دادن، اونا بخششون امروز به شدت گله‌مند هستن، چون کمترین اتفاق مثبتی، اون حداقل هایی که انتظار رو بیفته، مثل مسئله رفع فیلترینگ، برداشتن حجاب اجباری، رخ نداده. همین امروز ما با 2-3 خبر مواجهیم که خیلی جالبه. یه خبر اینه که آقای حمید رسائی، رئیس کمیته هنر، رسانه و فضای مجازی مجلس شده. آقای امیر حسین ثابتی رئیس کمیته دیپلماسی فرهنگی شده. امروز خبر زندانی شدن خانم الهه محمدی و نیلوفر حامدی، 2 خبرنگاری که وظیفه خبرنگاریشون را در جریان مهسا انجام داده بودن، امروز خبر آمد که اینا 6 باید زندان برن. آقای بیژن اشتری، مترجم معروف و نویسنده، امروز در کانالش نوشته که فشارها بر من به خاطر مطالبم از گذشته بیشتر شده. یه اتفاق بدتری اینجا این وسط داره میفته و خیلی برای اصلاح طلبان مایه باخت میتونه باشه، اینه که آقایون به خاطر این مسیری که اومدن در انتخابات، امروز یه طیفشون، بسیارشون دارن از سیاست منطقه جمهوری اسلامی که یکی از خسارت بارترین وجوه حاکمیت جمهوری اسلامی در این 45 سال بوده، دارن دفاع میکنن، از جریان مقاومت دفاع میکنن، از حزب الله و حماس دفاع میکنن. به نظرم خیلی این عوارض منفی برای اصلاح طلبان در افکار عمومی ایران داره. درست. خب البته شما از زاویه جناح‌های داخل حکومت هم به قضیه نگاه کردید، ولی الان یه بحثی بزرگتر هم مطرحه از زاویه ناسیونالیسم و وطن پرستی ایرانی. میگن ایران مهمه، باید ایران حفظ بشه، مردم ایران، منافع ایران، کیان ایران. اگر اولویت ایران باشه، آیا میشه با جمهوری اسلامی کنار اومد با توجه به اینکه با تهدید خارجی مواجه است؟ یک دیدگاه قبلا کسانی مثل اردشیر زاهدی داشتن که میگفتن اگر پای تهدید خارجی به میان بیاد، حتی او کسی مثل قاسم سلیمانی رو هم ستایش میکرد. چی فکر میکنید در این زمینه؟ اجازه بدید من قبل از این که به این سوالتون پاسخ بدم، یه نکته بگم، و اون این که یک فروکاهش و عقب نشینی آرمانی و آرمان خواهی در میان حاکمیت جمهوری اسلامی اتفاق افتاده که این
جالب توجه، یعنی امروز جمهوری اسلامی از آرمان محو اسرائیل و با خاک یکسان کردن تل آویو و حیفا و نماز خواندن به امامت ولی امر مسلمین در مسجد الاقصی رسیده به اینکه در تهران میتونه به امامت ولی امر مسلمین نماز جمعه برقرار کنه و هواپیمای رئیس مجلسش میتونه در فرودگاه بیروت بنشینه. این جالبه. من فکر میکنم که این روند ممکنه بعداً مثلا به اینجا بیانجامه که سفارت امریکا در تهران باز بشه و آقایون به عنوان یه چیزی شبیه عملیات وعده صادقسه ازش یاد کنن. حالا من این نکته حاشیه‌ای گفتم، بریم سر اصل مطلب شما. ببینید، مسئله اینه که واقعا مهمترین خطر برای ایران چیه؟ من فکر میکنم که مهمترین خطر، خطر وجودی برای ایران حاکمیت جمهوری اسلامی و نوع حکمرانیش در این 45 سال هست. هیچ خطری بالاتر از این نیست. اینکه کسانی خواستن در واقع بخشی از اپوزیسیون را متهم کنن که شما مثلا خلاف ملیگرایی دارید عمل میکنید یا از حمله خارجی دارید استقبال میکنید یا تشویق به حمله خارجی میکنید، خب این یک اتهام دروغه. این وضعیت امروز حاصل 45 سال رجزخانی و جنگ طلبی و ستیز با جهان از سوی جمهوری اسلامی بوده. واضح بوده که یه روزی ماجرا به اینجا میکشه و به این تقابل میکشه و به این نقطه حساس میکشه. مقصر جمهوری اسلامی است و نه اپوزیسیون و نه جریانات دیگه. یه نکته من بگم راجع به این که آیا اگر فرض کنید از خارجی و از بیگانه میتوان کمک گرفت یا نمیتوان کمک گرفت، این بحثیه. من ابتدا بذارید از منظر دینی بگم، چون بعضی ها ممکنه دغدغه دینی داشته باشن. ببینید، مسئله کمک گرفتن از خارجی یا داخلی، همه اینا تابع منافع ملی یک نظام سیاسیه، تابع منافع ملی یک ملت هست. به لحاظ تاریخی من دوتا شاهد میارم. پیامبر اکرم در مکه تحت فشار شدید مشرکان متوسل میشه به نجاشی، پادشاه مسیحی حبشه، و جمعی از مسلمین میفرسته اونجا. یعنی نجاشی اون روز یک کافر از منظر دینی محسوب میشد، اما پیامبر کمک میگیره از او. پیامبر وقتی میاد در مدینه با یهودیان ساکن مدینه، جالب اینجا پای یهود در میانه، یک پیمان همکاری میبنده. بخشی از این همکاری همکاری نظامی است. در این پیام قید میشه که اگر کسانی به یهودیان حمله کردن، مسلمین موظفن دفاع کنن، یا به عکس اونا هم وظیفه دارن این کار کنن. آقای نصر، شما به نقطه خیلی خوبی رسیدید. بذارید، چون یه جمله گفتید که بسیار کلیدیه در ادامه همین نکته‌ای که شما بهش رسیدید. گفتید خطر وجودی برای ایران خود جمهوری اسلامیه. الان هم توضیح دادید که وضعیت به چه شکل هست. آیا میشه برای نجات ایران، اگر از نظر شما خطر وجودی برای ایران خود جمهوری اسلامیه، برای نجات ایران که فقط با کنار رفتن جمهوری اسلامی میسر هست، به هر وسیله‌ای متوسل شد، حتی همراهی با یک حمله خارجی؟ ببینید، بذارید من اون نکته قبلی رو تکمیل کنم بعد میرسم به سوال شما. او از منظر دینی، از منظر عرفی و عقلایی هم، ببینید، خود ایران در جنگ 8 سالش با اسرائیل ارتباط برقرار میکنه و از اسرائیل سلاح میخره، استفاده میکنه از این برای خودش. در حمله امریکا به عراق، همه جریانات سیاسی عراق با هم متحد میشن و میرن از امریکا استمداد میکنن. در ایران شخص آقای خامنه ای به جریانات و احزاب سیاسی که عراقی که در ایران بودن، مثل حزب الدعوه، مثل جریان حکیم، اجازه میدن و حتی توصیه میکنن که اون روز برن با امریکایی‌ها وارد مذاکره بشن برای زدن صدام و برای در واقع اسقاط حاکمیت بعثی عراق. پس اینم از این جهت داشته باشید. اما ببینید، الان مسئله این نیست که کسانی از اپوزیسیون یا از مردم ایران رفتن اسرائیل آوردن و کار را به این نقطه رساندن و امروز میخوان برای نجات ایران از اسرائیل کمک بگیرن. همان گونه که عرض کردم، بنیادگذار این ستیز و این جنگ در واقع خود حاکمیت جمهوری اسلامی بوده، کار را به این نقطه خطرناک کشونده. اصلا کسی نمیتونه، امریکایی‌ها به نظرم شاید نتونن اسرائیل متقاعده به حمله کنن یا مجبور به حمله کنن.
این اسرائیلی ها هستن که خودشون تصمیم میگیرن. اون بحث دیگه است. این که قدرت ها تصمیم میگیرن بر اساس مصالح و منافع خودشون عمل بکنن کاملا این بحث دیگه. از اراده خیلی ها ممکنه خارجی باشه، ولی شما کسان دیگه ای که به عنوان اپوزیسیون هستید آیا با یک حمله خارجی همراهی میکنید یا نه؟ ببینید تمام اپوزیسیون دنبال این هستن که به نظر من این جنگ رخ نده و توصیه میکنن جمهوری اسلامی، توصیه میکنن به این که شما دست به کاری نزنید که اسرائیل در حمله به ایران مصمم بشه. ولی متاسفانه عمل کرده جمهوری اسلامی از روز اول ماجرای اکتبر حمله حماس به گونه ای بوده که اسرائیل به این نقطه رسونده و کسی در واقع اینجا دیگه نمیتونه کاری کنه. اپوزیسیون اینجا کاری که میتونه انجام بده در واقع ممکنه لابیگری کنه با اسرائیلی ها که اونا اگر حملشون قطعیه میخوان حمله کنن به مردم ایران آسیب نرسانن، به منافع ملی ایران آسیب نرسانن، خسارت هایی به بار نیاد که معیشت مردم دوچار تنگنا بشه. مسئله اینه در واقع. خیلی خب آقای نصیری، خیلی کوتاه در کمتر از یک دقیقه، بعضی از چهره های اپوزیسیون از جمله شاهزاد رضا پهلوی گفته بودن که در صورت براندازی جمهوری اسلامی خلای قدرت پیش نمیاد، ما هستیم. آیا واقعا تضمینی هست که فردای حمله مشکلی پیش نیاد که شما هم بهش اشاره کردید؟ ببینید حالا ما که در تحولات سیاسی نمیتونیم وعده قطعی راجع به آینده بدیم، ولی من نظرم اینه که در این مسئله اپوزیسیون داره پیشرفت میکنه. بالاخره جمهوری اسلامی کار را به جایی رسانده که اکثریت مردم ایران از او قطع امید کردن و خواهان رفتن این حاکمیت هستند. اپوزیسیون داره تلاش میکنه که در واقع بتونه یک آلترناتیو و یک جایگزین برای وقتی بسازه که فروپاشی صورت میگیره یا خلای قدرت صورت میگیره. من امیدوارم که این اتفاق بتونه بیفته. البته شاید یه مقداری بیشتر نیاز به زمان است. حالا به این سرعت هم به نظر من ممکنه فروپاشی رخ نده یا افتادن حاکمیت جمهوری اسلامی رخ نده. اما تحولاتی که در اپوزیسیون داره صورت میگیره برای آلترناتیو، برای اون لحظه ای که جمهوری اسلامی خودشو با این نقطه رسونده، من اینا را مثبت و تکاملی میبینم. ممنونم از شما آقای نصیری. مهدی نصیری، مدیر مسئول پیشین روزنامه کیهان و کنشگر سیاسی از تهران با ما.